به نام یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر. امید آرزوی را میبرم جور صحتمند باشین و در هر کجای دنیا که زندگی میکنین زندگی مملو از خوشی و شادی داشته باشین. نصیر احمد شریفی هستم، بازم در بخش مهمانخانه برنامه صبح آرزو در خدمت شما قرار دارم. بازم همکار همیشگی برنامه صبح آرزو دکتر صاحب میترا بابک، روانکاو و پژوهشگر با خود داریم که امروز هم روی یک موضوع بسیار جالب و مهم با هم صحبت خواهد کرده. امیدوار هستم شما هم تا پایان این بخش با ما همراه باشین که موضوع ما وابستگی عاطفی است که امروز ما روی این موضوع با دکتر صاحب میترا بابک صحبت میکنیم. آرزوی را میبرم شما هم تا پایان این بخش با ما همراه باشین. دکتر صاحب سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین. سلام، صبح شما و همه عزیزان بخیر. عزیزان زنده باشین، امیدوار هستم روز روزگارتان خوب بگذره. اوضاع که برای شما پیش میاد، برای ایران پیش میاد، واقعا آدم همش جگرخونه. خیلی خیلی همراهتون هستم، همدلتون هستم. این عزیزانی که تو دانشگاه اینجوری شد، بدونین که همیشه به فکرتون هستم. امیدوار هستم همیشه زندگی خوش نصیب ما و نصیب همه هموطنهای ما شود، شما هم خوش زندگی بکنین. دکتر صاحب، در شروع میشه اشاره بکنین که وابستگی عاطفی خودش چی است و چگونه به وجود می آید؟ بحث خیلی مهمیه، وابستگی عاطفی و یا اعتیاد عاطفی. اعتیاد عاطفی یا وابستگی عاطفی از کودکی شروع میشه، زمانی که کودک ببین دو بودشه. یک بود وقتی که کودک خیلی خیلی بهش بیتوجهی میشه، به احساسات کودک، به تعویض جاش، به تغذیه کودک، به ناز و نوازش کودک. وقتی که رسیدگی میشه، کودک یک خلأ بزرگ، واقعا یک سیاه چال بزرگ، بعضی از مغزش جاد یه جوری شکل میگیره به خاطر کمبود عشق و توجهی که نیاز عاطفی و ژنتیکی و ارثیش بوده و نیاز جسمیش بوده فراهم نشده. و یه بود دیگهش کودکیه که خیلی لوس میشه، یعنی نازدار میشه، دائما هر چی براش تهیه میشه، هر چی بخواد بهش میدن، انواع و اقسام خواسته هاشو برآورده میکنن، اجازه استقلال بهش نمیدن. و این کودک فکر میکنه که حالا وقتی که بزرگتر بزرگتر میشه همه دیگه نوکر و کلفتشن، همه باید در خدمتش باشن. پس ما دو تا اکستریم و یا دو تا افراط و تفریط رو وقتی که توی تربیت خانواده میبینیم متوجه میشیم که چقدر اصلش اکتسابیه. بیشتر وابستگی اکتسابیه، کمتر ژنتیکی و ارثیه. و این خانه و خانواده است که چقدر میتونه یک بیماری و یا یک اختلال به وجود بیاره در کودکش. من به خاطر اینکه وقتمون کمه خیلی کوتاه خلاصه صحبت میکنم، وگرنه خیلی باید بحثش بیشتر. دکتر صاحب، دوست دارم بدانم که در کدام سنین و در کدام حالت بیشتر وابستگی عاطفی در زندگی ما، در وجود ما شکل میگیره و تشکیل میشه؟ در ابتدا از همون کودکی، مخصوصا وابستگی به مادر. دیدی بعضی از کودکان رو اگه دقت کنین دامن مادر رو همش چسبیدن، همش حتی مادر دست میره میرن باهاش، با مادر تکون میخوره بچه گریه میکنه یا کودک گریه میکنه. هرچی این بیشتر و ابتدایش مادر اگه دقت کنین همش بغل میکنه بهم، که ما میگیم بغلیش نکن توی فرهنگ خودمون، بچه رو بغلی نکن. اونجا کودک داره وابسته میشه، در اصل مادری که وابسته است به کودکش و حالا کودکش رو داره وابسته خودش میکنه. بچه میخواد بره، کودک میخواد بره بازی کنه و با کودکان دیگه، مادر صرف نگهش داشته نمیذاره بره. اینجاست که کودک داره کودک وابسته تحویل داده میشه. و بعد این کودک هرچی داره بزرگتر میشه، عدم اعتمادش داره وسعت پیدا میکنه، نمیتونه به هیچ کس اعتماد بکنه. یعنی یه خطر زیاد برای یک شخصیت و ضعف شخصیتی نداشتن اعتماد به خود و اعتماد به جامعه و به دیگرانه. و همینطور ادامه پیدا میکنه. در ابتدا مادر خوشش میاد، بعد کم کم عصبانی میشه چون دیگه عاجز میشه از بس این کودک آویزونشه، هی دعواش میکنه، هی پرتش میکنه اون بر، حتی کتکش میزنه یا جیغ سرش میکشه. اینجاست که کودک به وحشت میافته. توی که به زور منو بغل میکردی، توی که نمیذاشتی من مستقل بشم، حالا چرا داری به زور منو با این سنش که خیلی زوده داری منو پرت میکنی، منو ترد میکنی؟ یه خطر دیگه و یه ترس دیگه که براش به وجود میاد فوبیای ترد شدنه، از دست دادنه.
من همش کوتاه صحبت میکنم. بله دکتر صاحب، بعضی یا به این باور هستند که اگر یکی از نزدیکترین افرادشان در زندگیشان وجود نداشته باشد و یا سفر کرده باشد یا بین هم گفتگو کرده باشند و جدا شده باشند، اینا به این باور هستند که زندگیشان دوباره به حالت گذشته پیش نمیره و زندگیشان با مشکلات پیش رویشان خواهد آمد. این مورد هم میشه اشاره بکنین که اگر یک کس وابسته کس باشه، اگر جدا شوند، چی عوامل ایجاد خواهد کرد و چی موارد پیش خواهد آمد؟ نه، بذار سوالتون رو اینجوری نگاه کنیم بهش، که کودک وقتی که بزرگتر میشه، مخصوصا نوجوان، خیلی وابسته عشقی میشه، بله شروع میکنه عاشق شدن، فارغ شدن، و فکر میکنه که دیگه عشقش همه کسشه، همه چیزشه، و وقتی اونو از دست بده خیلی خیلی ضربه شدیدی میخوره. و بعد حالا بزرگتر میشه، حالا این کودکی که ما میگیم آسیب خورده است دیگه، تو بله دوره نوجوانی اوج خودش رو پیدا میکنه، و بعد که حالا وارد زندگی زناشوییش میشه، اینجاست که دیگه به یک مصیبت خیلی جدی طرف میشیم. یعنی حالا چه دوره نامزدیه، چه دوره دوستیه، چه دوره عقد، و چه دوره زندگی زناشویی حالا با داشتن بچه هاست. این فرق، یادتون باشه، وابستگی فرق نمیکنه، زن و مرد نداره، دختر و پسر نداره، هر دو طرف وابسته عشقی، مخصوصا عشقی میشن. پدر مادر وابسته به فرزندانشون دوباره خیلی خیلی اذیت میدن زمانی که بچهشون رو شوهر میدن و یا زن میدن. وقتی که زن میدن همش فکر میکنن که الان دختره اومد بردش و خوردش، دیگه ما رو نمیخواد. به خاطر این اون پدر مادر بیمار وابسته دخالت های زیاد میکنن، اونم که یه حالا در مورد دخالت های خانواده حتما باید صحبت کنیم. پس این ترس رو کودک از پدر یا مادر وابسته برداشته، وارد زندگی زناشویش کرده، حالا آویزون زنشه، آویزون شوهرشه. به چه صورت؟ نداشتن اعتماد به خود، نداشتن به اعتماد به دیگری، بدبینی، حسادت بیش از حد، همش فکر میکنه که نکنه از دستش بدم، نکنه به من توجه نکنه. معمولا انسان وابسته توقعش بیش از حده، میخواد اون همیشه حاضر و حاضر باشه، همیشه هر وقت من تو رو میخوام باید در کنارم باشی، از کنار من نباید بری. یعنی انقدر کنترل، یعنی یه جوری آویزون طرفه که واقعا یه حس خستگی خیلی شدید، انزجار خیلی شدید، و بعضی وقتا حتی به جدایی کشیده میشه. میخواین سوال کنین؟ چون من خیلی صحبت دارم. در زندگی ما دکتر صاحب، همه ما ممکن وابسته کس باشیم و این اتفاق در زندگی تمام ما افتاده باشه ممکن، اما وابستگی در زندگی ما چی تاثیرات میتونه بگذاره؟ تاثیرات منفی میتونه بگذاره یا تاثیرات مثبت؟ ببینید، یک انسان وابسته میتونه اختلال وابستگی پیدا کنه، یعنی بیماری جدی روانی که ما بارها فاجعه دیدیم، فاجعه قتل دیدیم، بله فاجعه اسید پاشی دیدیم. وقتی طرف گفت تو رو نمیخوام، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در پاکستان، و یا قتل های ناموسی، اینا فاجعه فرهنگ عقب افتاده ماست و فاجعه یک انسان وابسته بیماره. پس وابستگی یک بیماریه. قبل از اینی که ازدواج بکنین حواستون باشه گرفتار یه همچین شخصی که اینقدر وابستگی داره نباشه. اول آشنایی خیلی خوشخوشانه، خوشم میاد، دوست دارم، ببین چقدر غیرت داره، ببین چقدر توجه به من میکنه، هر چی من میگم میگه تو راست میگی، همش به من ناز و نوازش میکنه. اینا اوائلش آدم خام میشه، ولی به محض اینکه اوائل میگذره، روزای اول میگذره، کم کم اون حس وابستگی و کنترل و بدبینی شروع میشه. برای همینه که من تمنای من از همه خانواده ها اینه که زود بچهتون رو سر سفره عقد نشونی. وقتی که میخواین زنش بدین، شوهرش بدین، باید حداقل 6 ماه تا 8 ماه اینا رفت و آمد با هم داشته باشن. بابا، منظور من رابطه جنسی نیست، منظور من شناخت هم دیگه است. بله ای مادر و پدر که خودت ازدواج کردی احساس خوشبختی نمی کنی، پس بذار بچت یار درست انتخاب کنه، نذار بچت هم گرفتار بشه، نذار دخترت هم گرفتار بشه، نسل بعدی رو هم بیمار بکنن. پس مهمه، آگاهی داشتن بسیار مهمه، چون اینجور افراد شدیداً آزار میدن، هم خودشون آزار میبینن و هم دیگران رو بسیار آزار میدن. دکتر صاحب، بعضی هم به این باور هستند که در زندگیشان باید وابستگی داشته باشند و شما یک مثال خوب دادن، بیشتر جوانه وابسته کسی است که دوستش داره و عاشق شده،
و میگن که وابستگی عاطفی میتونه در زندگیشان خیلی رول مثبت داشته باشه. حالا دوست دارم بدانم که آیا وابستگی عاطفی در زندگی ما مهم و با ارزش هم میتونه باشه؟ ببینین وابستگی من نمیگم، میگم همبستگی داشته باشیم با هم دیگه، خیلی فرق میکنه. بله. وقتی انسان وابسته است یعنی خودش نیست، یعنی استقلال نداره و به دیگر استقلال دیگری رو هم ازش میگیره، میگه تو فقط باید برای من باشی، من میشم محور اصلی و به هیچ کس نباید اهمیت بدی، به خانوادت، به هیچ کس، فقط من، حالا چه مرد چه زنه، و این بیماریه. ولی وقتی ما همبستگی داریم، عشق واقعی از آزادگی صحبت میکنه و نه از اسارت. همبستگی، وابستگی اسارته، در صورتی که همبستگی اسارت نیست، رهاییه. در کنار هم هستیم و همدیگه احترام میذاریم، زمان فاصله همدیگه رو حفظ میکنیم، کارهای خودم رو خودم میکنم. یک انسان وابسته کارهای خودش رو خودش نمیکنه، همش میگه وظیفه توه، تو باید همه کار بر من بکنی. و اگر یه روز یه وقتی تکستش دیر بیاد، پیامکش دیر بیاد، قوقا به پا میکنه. اینا رو باید جدی بگیرین اگر ازدواج نکردی. نمیذاری من حرف بزنم نسیم، میدونم وقتمون کمه. بله، برو ازن سال بعدی دو بود. خیلی سپاس دکتر صاحب. بر پایان هم دوست دارم یک جنبندی داشته باشین و اگان مواردی که درباره وابستگی عاطفی باقی مانده باشه میتونین اشاره بکنین. اگه یه جنبندی بکنیم، متوجه شدیم که از کودکی شروع میشه، بی نهایت اکتسابیه. مادر وابسته، پدر وابسته، مخصوصا مامانای وابسته کودکشون رو چجور وابسته میکنن، و بعد خودشون چقدر خسته میشن از کودکشون، بعد خود وابستهشون هم بچهشون رو ازدواج میکنن، بچهشون باز هنوز وابسته بچه هاشون هستن و باعث اختلافات شدید میشه. تو زندگی زناشویی هم آویزونن، استقلال ندارن و قفس در قفس، خود در قفس خانه پدری بود، حال وارد قفس، قفس خودش رو همراه خودش میاره تو زندگی زناشوییش، حالا چه زن چه مرد فرق نمیکنه، و حالا میخواد همسرش رو در اون قفس بکنه و بعد فرزندانش هم در اون قفس میکنه. یعنی من اسمش رو میذارم قفس در قفس. حال شما ببینید که این زندان قفس در قفسی که با دست خودمون درست کردیم، چه مصیبتی برای خانه و خانواده و جامعه و نسلهای آینده داره. بله دکتر صاحب، خیلی های ما وابستگی عاطفی در زندگی ما داریم و حالا در زندگی ما جا افتاده. راهکار و راه حل به خاطر کاهش وابستگی عاطفی چی میتونه باشه؟ در درجه اول پدر مادرایی که وابسته هستن، مهم نیست الان فرزندشون چند سالشه، شوهر کرده، بچه داره، زن داره، مهم نیستش. مهم اینه که از الان پدر مادرها، چه پدر مادرای آینده، چه پدر مادرایی که الان بچه حامله هستن یا بچه خرد دارن، فرق نمیکنه. الان متوجه این اختلال حقیقی شخصیتی بشین که شما مسبب این اختلال شخصیتی هستین برای فرزندانتون. دوما اگر خودتون گرفتار این قضیه هستین، نگران نشین، قابل علاج هستین. منتها شرط اولش اینه که بپذیرید، بپذیرین که شما وابسته هستین. ببین شما خودتون که دارین تماشا میکنین برنامه رو و وابسته هستین، میدونم چقدر زجر میکشید. خودتون از اینی که استقلال ندارین چقدر زجر میکشید. خودتون از اینی که انقدر ترس و وحشت از دست دادن دارین چقدر زجر میکشید. پس برای رهایی از این زجر و برای رهایی از این قفس در قفس، در درجه اول باید آگاهی داشته باشم که من این مشکل رو دارم. بعد بشینم با همسرم صحبت کنم که من تمام این، اگر یا با فرزندم، با هر کس، یا با اول با خودم، و من این مشکل رو دارم، من این مشکل اذیتم کرد و اذیتت کردم، خجالت نکش، غرورتو بذار کنار، تقصیر تو نبود که وابسته شدی، تقصیر اون تربیت خانه بود که تو وابسته شدی. و بعد شروع کنم از رفتارهای کوتاه، کارهای کوتاه. مثلا بعضی انقدر دیگه وابسته هستن هیچی خودشون رو انجام نمیدن، همه رو باید دیگری و یا دیگران انجام بدن. اگر لوس بار اومدی یا اگر کم توجه به توجه نشد، به عشق ورزی نشد، حالا دیگه شوهرت و یا زنت نباید همه کست باشه، حالا باید تفکیک کنی، حالا باید شروع کنی استقلال خودت رو پیدا کردن. زمان بده، بذار همسرت به فرض بره خونه خانوادهش، بره خونه پدر مادرش،
تو هم برای خودت یه فضای خوب اون لحظه درست بکن، فیلمی که دوست داری تماشا کن، کتابی که دوست داری شروع کن بخون. میدونم که دلشوره پیدا میکنی، میدونم که پر از استراب میشه که الان اینا چی دارن به هم میگن، وای نکنه الان مامانشو بیشتر از من دوست داشته باشه، یا نکنه الان اگر مردم الان نکنه تو خیابون یکی بهش نگاه کنه با غیرت و تعصب و بدبینی. اینا بیماریه. اولا اگر شدتش خیلی زیاده حتما باید کمک حرفه‌ای بگیری، خود تو باید کمک حرفه‌ای بگیری که از این بیماری رهایی پیدا کنی. با خانواده هم صحبت کن که من دارم کمک حرفه‌ای میگیرم، من دارم تلاش میکنم. اطرافیان باید همراهی کنن، همکاری کنن، آسایش خاطر بهت بدن. کم 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 کارتو خودت انجام میده، کم 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 خودت با دوستات میری بیرون. انقدر اونو فقط ایدئال برای خودت نکن که تو این فقط هست برای من. نه، این فقط نیست و هیچ کس هم ابدی نیست. هیچ کس ابدی نیست. ما عزیزمون از دست میدیم، بعد یاد بگیریم که به قول انگلیسی ها مووون کنیم. این خودش از وابستگی عاطفی شدید میاد که یکی از اعضای خانواده از فوت میکنه یا متاسفانه به کشته میشه، طرف دیگه نمیتونه زنده باشه و زندگی کنه و زندگی رو مختل میکنه برای تمام اعضای خانواده. یعنی انگار فقط یه بچه و یه فرزند داشت، فرزندان دیگه محروم میشن. اینا، این وابستگی ها سم وجود انسانه، سم وجود خانواده است. پس احساس مسئولیت بکن، بله. شروع کن در این قفست رو باز کن، از قفست بیا بیرون. امنیتت روز به روز بیشتر میشه، اعتماد به نفست روز به روز بیشتر میشه، استقلالت بیشتر میشه. اون وقتی که از دست دادن نمیترسی، اون وقتی که عشق واقعی و توجه واقعی رو خودت به خودت میدی و میفهمی که معناش چیه که به دیگری بدی و از دیگری به اندازه کافی بگیری. انقدر افراط و تفریط تو زندگیت نباشه که اون فقط باید به تو توجه کنه و توی بدبخت بیچاره قربانی هستی. وقت نداریم، خیلی حرف دارم. بله، خیلی تشکر دکتر صاحب، موضوعات خیلی مهمه درباره وابستگی عاطفی با مشارک ساختن. زنده باشین. خواهش میکنم. امیدوارم که همه شماهایی که برنامه رو تماشا کردین بارها و بارها به روی یوتیوب من، روی یوتیوب تلویزیون آرزو سابسکرایب کنید که برنامه های جدید رو زود ببینید. خیلی مهمه لایک و شیر کنید، برای دیگران شیر کنید که دیگران اگه ندیدن بشنون. یک اختلال جدی و موضوع جدیه که باعث اختلافات شدید خانوادگی و طلاق و مصیبت های جدی و جنایت های خیلی زیاده شده. مسئله رو لطفا خیلی جدی بگیرید، برای رهایی تلاش کن، تو میتونی. بله، زنده باشین، شب و روز خوش برتان آرزو میکنم. روز شما خوش و رها. تشکر.